سلام وفاة محمد أيوب إمام جماعة في شون مسجد في عمر يقم صلى الله عليه وسلم ربي جامعة أهل سنة وجماعة تسلية تسمي كنان إنا لله وإنا إليه راجعين باز الله مقال خائن بيشان بيش كبار نسيب دي فرماد خانواده و دستان إيشان را صبر أيوب ينعيد دي فرماد آمين يا رب. ألو سلام حسنا وشيد علي السلام عزيزان خواستم بگم که الان کار به جایی کشیده که مردم رو مسخره میکنن به سپاس اطلاع میکنن بعد سه ماه آموزشی بعد بهشون میگن که بایستی باید برن سوریه بجنگن با مردم خود سوریه بعدش هم که میگن تا سه ماه میجنگه اگه کشته نشدن برگشتن به موقتی بهشون کار میدن تا 6 سال قرار دادی میشه بعد 6 سال تازه اگه بخوان قبول کنن الان تو همین ماه اخیر 300 نفر ثبت نام کرده بودن بعد از این که به آموزش دیدن اینا رو گفتن با یا بری سوریه بجنگی یا که نه سر کار اخراجتون میکنیم با تشکر ممنون خدا والا خدا به شما صبر بده واقعا خدا به شما صبر بده با این تماثیل دیدنده هایی که دار به راستی منافقین کجا هستن در پایین ترین رده دوزخ قرار دارن در سوره نساء نوشته اینها میخوان نور خدا رو خاموش بکنن خدا هم نمیخواد نور خدا خاموش شدنی نیست در دل ملت ایران تابیده است این نور از سوره توبه دارم میگم ما اگه قرآن رو درست بخونیم در 4 جا خداوند میفرماید که ما قرآن را برای فهم و اندرز آسان کردیم من سواد عربی ندارم از زمانی هم که با شما و برنامه شما آشنا شدم درست قرآن میخوانم ولی ترجمه شو میخونم واعظان را جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند وان کار دیگر میکنن مقتدی مندی گفتا از دانشمندان مجلسشان بپرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن ایش مگر اینها نخواندند از جزای آخرت که همه مکر و دغل در کار داور میکنند این گدایان را عجب بازیگریان در جهان میدهند فوتی به آب دلها توانگر میکنند همچنان در سحر و استرلاب خود را ماهرند جملگی مردم به خیب و آخرت پر میکنند همچنان بر در هر خانقاه تزویگوی کندر آنجا آدمان خوب را خر می کنند باز گویند صبحگاه از خیب می آید خروش طاعت از ما حکم قرآن است که از بر می کنند یا رب این سوداگران دین و دنیا آخرت کار خود در آخرت حد طور دیگر می کنند چون که استادند اندر کار دوران هر زمان جای دستار و معاصر را کلا سر می کنند چون به دانشگاه واشنگتن و شین درس خونده اند خوب می دانند چطوری مردمان را دست بر سر می کنند یا رب این نو دولتان را بر خر خودشان نشان چین همه حکم را ز خود از الله اکبر می کنند گفتم ای خواجه چرا در پرده می گویی سخن گفت نمی بینی چطور که شاعران را پرپر می کنند گفتمش که از عمر تو کشترها را در گذشت گفت می ترسم که گورم زیر خرابتر می کنن. اینو بگم ببینید ما فقط گوش به فرمان حضرت امام خامنه ای هستیم من عبدالرحمن هستم از تربتجام زنگ می زنم سلام مردم تربتجام را به شما دستم در کاران کلمه شبکه خوب کلمه می رسنم خدمت شما عرض کنم که شما واقعا مردم خوب به سوی حقیقت هدایت میکنید الخصوص مردم اهل تشیع اینجا که خیلی شماها رو دوست دارم شبکه رو هم دوست دارم ولی خب نمیتونم مثلا بیام زنگ بزنم میگه ما میترسیم یه موقع شماها ما رو بگیرم و ما رو اذیت کنم از حرفا ما خودم برادران علی تسنن هستم خیلیش آقای ترشابی آقای حیدری آقای خدمتی آقای عالی کرد خیلی نار شما رو دوست دارم و امیدوارم که همیشه شما پیروز و موفق و سربلند باشید
خدا حافظ از تربت جان. به نظر بنده به عنوان یک جوان اهل سنت، ما هیچ موقع وزیر سایه ولایت فقیه و حدش اسمی که بخوای روش بذاری، ما به هیچ وعدت و هیچ حقانیتی نمیتون برسیم الا اینکه در زیر سایه قرآن و سنت نبوی. و لذا من از عموم علمای اهل سنت و پیشنهاد دارم، خواهش میکنم که ما اینقدر نگیم شیعه و سنی و شافعی و حنفی. من در سفری که به اصفهان داشتم با یکی از بازنشستگان سپاه در اصفهان داشتم بحث و گفتگو میکردم، ایشون میگفتن که اینا میخوان که تفرقه بیندازن بین حنفی و شافعی. ما شافعی و حنفی نداریم، ما پیرو قرآن و سنتیم، ما مسلمانیم، شیعه و سنی نداریم. والا من که به آینده ایران اصلا هیچ امیدی ندارم، هیچ امیدی به آینده ایران ندارم. اینا هم بالی چی میگن، من خودم الان دنبال این هست یه جوری از ایران خارج بشم. اصلا نه امیدی هست نه انگیزه ای هست برای زندگی کردن، اصلا هیچی. ایران مرد، از بین رفت. یعنی هیچ امیدی تو ایران برای زندگی کردن وجود نداره، چه دعواهای سیاسی. حالا شما خارج کشور هستین، ما اینجا یه چیزایی میبینیم که اصلا چی بگم، آدم شرمش. برای 8 میلیارد برای یه منطقه که 60,000 تا کل رای 8 میلیارد 9 میلیارد طرف هزینه کرده، هزینه های آنچنانی. آقا چی بگم اصلا؟ من از برادر اهل تشیع یک سوال داشتم. شما خودتون میگه بعد از پیامبر خدا همه اصحاب جز 4 نفر مرتد شدن. من اینا در برادر اهل تشیع سوال میکنم که شما بر حضرت علی امامت قائل هستی، پس زمانی که رسول خدا از دنیا رفت همه مرتد شدن، پس حضرت علی امام کی است؟ آیا امام به امت شده میتونه انسان؟ یک سوال. سوال دومی که حضرت علی آیا بعد از رحلت پیغمبر خدا نماز جماعت میخوان یا نی؟ اگر نماز جماعت میخوان پیش کی میخوان؟ سی خلیفه که امام نماز جماعت بود، پس اگر اونا مرتد شده باشن هیچ نماز حضرت علی بجا نشده. امیدوارم سوال مرا شما و بگوش برادران اهل تشیع برسانی. خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که هر وقت که شما برنامه غزوینی را میبینید، میبینید غزوینی همیشه از کتاب های اهل سنت میاره که امامت را از کتاب اهل سنت ثابت میکنه، توهین به صحابه را از کتاب اهل سنت ثابت میکنه، صیغه را از کتاب اهل سنت ثابت میکنه و خیلی چیزها را از کتاب های اهل سنت ثابت میکنه. ای بینندگان عزیز، شما کمی فکر کنید، اگر واقعا این حرف هایی که غزوینی از کتاب اهل سنت میزنه اگر اینها صحیح می بودن، خب چرا خود این علمای اهل سنت این عقیده را دارن؟ اگر واقعا این چیزهایی که غزوینی از کتاب اهل سنت نشان میده، خب باید گفت که این علمای اهل سنت اینا شیعه هستند. با تشکر. ما میخواستیم بگیم آقا این آخوندهایی که میشینن واسه مردم حرف میزنن، این ملاها از اهل تشیع که میگی، اینا وقتی تو حوزه علمیه بهشون درس یاد میدن، وقتی میخوان سخنرانی کنن واسه یه عده‌ای از مردم رو ندارن از اول، ولی بزرگانشون بهشون میگن شما فرض بکنید که این مردمی که جلو شما وایسادن بدن از فرض یه عده حیوانن، شما هم چهونشونید که اختیار اینا دست شماست. من به عنوان یک کسی که به هیچ جای وصل نیستم و یه انسان منصف میخوام صحبت کنم، و ما با اهل سنت هیچ مشکلی نداریم. یه قضیه دیروز اتفاق افتاده تا امروز هزار تا بهش میچسبونن، راست و دروغ قاطی میکنن. یه چیزی مال 1400 سال پیش بود، ممکن هر اتفاقی افتاده باشه. پس ما بیایم رو اونایی که مشترک هستیم، با هم اعتقاد داریم، رو اونا تکیه کنیم، اختلافاتمون بذاریم، ان شاءالله خداوند خودش حل میکنه و درست میکنه. مورد بعدی که فکر میام بی احترامی میکنن و فحش میدن، به نظر من خیلی کار زشتی میکنن. اگه حرفی دارین میایین حرف حساب بزنید، در حساب بشنوید. اینکه فحش میدید خیلی کار زشت و بیخودی میکنه. در مورد مشکلاتی که تو ایران فرمودی که هست، مشکلات هست، شما خودتون میدونید. ما به معنی که انقلاب شده جنگ شده،
هنوز جنگ تموم نشده بازسازی. بعد از بازسازی واقعا این تحیه در آدم انصاف داشته باشه. این تحریم ها هر جور مملکت، درست مملکت ما خیلی درآمد داره، معدن داره، نفت داره، ولی واقعا با این مشکلاتی که برام مملکت ما درست بشه شاید میشده، ولی خب باید آدم انصاف داشته باشه. غربی ها اینا جایزه بهشون دادن مال اتمی به شرطی که آشوب در کشورها برپا کنند. ملت ایران دل خوش کرده، والله یک قرون به دست شما نمیرسه. جنگا در تمام کشورها برپا میکنند. اگر راست میگن شرشون از کشور عراق تر بردارن یا سوریه یا یمن. اینا به خانه خدا میگن صندوق سیاه، به کعبه میگن صندوق سیاه. اینا اسلام هستن. اگر اسلام می بودن 200 میلیون آقای سیستانی 200 میلیون دلار از رامسفر نمی گرفت تا اشغال. چه توقعی داری از کسانی که میگن بیا ما اشغال کنید؟ اینا اینجوری هستن. رسول الله صلی الله علیه و آله سلام می فرماید کسانی که نماز عصر خود را به تأخیر می اندازند، یعنی به اندازه ای که رنگ خورشید ضعیف و زرد شده باشد و بعد نماز عصر را می خوانند، این صفت منافقان است. پس ای مسلمانان، نماز عصر را هیچ وقت به تأخیر نیندازید و سر وقت نماز عصر را بخوانید. حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم. شیعه که صحابه رسول خدا و بلخص عمر رضی الله عنه رو به قتل حضرت فاطمه سلام الله علیه متهم میکنه و 1400 سالی که دلیل هم نیاورده، چه سودی از این میبره؟ چه چیزی داره برای خودش و مسلمین؟ دنبال چیه؟ یک پرونده یه بار بررسی میشه و مختومه میشه. چیه که حالا بعد از 1300 سال تازه اینها پرونده باز کردن و ادله هم ندارن و من میخواستم ببینم هدف نهایی اینها چیه؟ در زمان سیاست احمدی نژاد مرتب میگفت صاحب زمان دنیا رو مدیریت میکنه. خود خامنه ای هم همین حرف رو میزنه. خود همین هاشمی رفسنجانی هم همین حرف رو میزنه. همین همشون این حرف رو میزنن. میگن صاحب زمان دنیا رو مدیریت میکنه و ایران رو مدیریت میکنه. ولی میخوام بگم صاحب زمان که مدیریت میکنه چجوری مدیریت میکنه؟ در یمن شمالی دارن انسانهای عادی زن و بچه رو میکشن. صاحب زمان داره مدیریت میکنه. خامنه ای با پوتین میشینه خوشبش میکنه و قرار کشتار مردم سوریه رو میزده. پس صاحب زمان هم اونجا نشسته داره مدیریتشون میکنه. مردم عادی رو دارن میکشن. ارتش با ارتش نمیدینگه. پوتین که اصلا با داعش کاری نداشت. یه دونه گلوله داعش نزد. ایران هم که با داعش کاری نداشت. حتما داعش هم صاحب زمان پوشالیه شما ها آورده رو کار. صاحب زمان شما رفیق جنجونی بوتینه. صاحب زمان شما رفیق جنجونی شمالیه. بیاد یه خود فکر کنید. حتما صاحب زمان آمریکا رو قدرتمند کرده. حتما صاحب زمان مدیریت کرده که اسرائیل اینقدر به قدرت رسیده و ایران اینقدر ضعیف و بدبخت شده. 4 تا موشک ساختن، فکر میکنن میتونن هر کاری دلشون مخواد بکنن. نمیدونن مسائل سری به دست اومد که تمام جاهایی که اینا موشک دارن تمام و قرار بوده بزنن، طوری بزنن که موشک ها یک دونش رو نتونن اینا استفاده کنن. حتما صاحب زمان مدیریت کرده اینجوری. حتما صاحب زمان گفته 12,000 تا امامزاده درست کنیم، مردم پول بریزن. حتما خود صاحب زمان پوشالی خیالی رافضی ها هم میره زن و دختر سیغه میکنه. آخه تا چه حد میخوای مردم رو گول بزنید؟ دست دیگه. این همه خرافات و دروغ و نیرنگ فقط به خاطر پول و شهوت و سیغه و خمس و فقط به خاطر اینا. خواهش میکنم قرآن رو با معنی بخونید. با تشکر.